Ay doktor. Selam aleyküm. Halit Tunçetin ay doktor. Elhamdülillah şükür. آقای دکتر مهدی خزری دوستان میشناسید. بارها در رابطه با ایشون با هم گفتگو کردیم، صحبت کردم. سایت اینترنتی ایشون یکی از شجاع‌ترین سایت‌های ایرانه. سایت هم میتونه شجاع باشه وقتی که مدیر شجاعی داشته باشه. برادر آقای دکتر خزری از دوستان من بود، حسین روان شاد، درود میفرستم به روان پاکش و خوشحالم که امروز آقای دکتر خزری به دور از همه جنجال‌ها و بازی‌های سیاسی مردانه در میدان مبارزه وایستاده. و واقعا آقای دکتر خزری، من وقتی که میاندیشم به آنچه شما میکنید و مینویسید در داخل ایران، به خودم میبارم و میگویم که همچنان مردان دلیری وجود دارند، در قوه قضاییه هم سم دارند. این تیترهای مقالات ایشون است. در رابطه با لباس روحانیت شما نوشتید، حضرت آقا غلط کرده اند رو افشا کردید، شهدا رو در بیت رهبری دفن کنید، بعد از اون جنجال شما نوشتید امامی کاشانی راست راست دروغ میگوید، اگر من جای رهبر بودم. در رابطه با قتل امید رضا مطلب نوشتید و شما آقای دکتر مهدی خزری نوشتید به عنوان یه پزشک، آقای احمدی نژاد سلامتی جنسی حالا یا روانی در خطر هست و ازش دور شده. مصباح یزدی به پای رهبر افتاد، پای رهبر رو بوسید. اینا مقالات بسیار جنجالی بود که شما نوشتید آقای دکتر خزری و بارها هم سایتتون توقیف شد، اما خودتون رو تا حالا هنوز نگرفتنتون، مزاحمتون نشدن، نه؟ به حمد الله من فکر میکنم که مطالبم رو حتی به قول بعضی از آقایون تیترها تنده، ولی مطالب در چارچوب قانون و شرع، و امیدوارم که همینطور که تا حالا البته سه بار سایت من رو فیلتر کردن، اما همین که تا حالا من رو فیلتر نکردن و تحمل کردن، امیدوارم این مشی صحیح رو آقایون اتخاذ کنند و اندیشه رو با دربند کردن و حفظ کردن ما بیشتر منتشرش میکنیم. من معتقدم که سایت من بعد از فیلتر تقریبا بازدید اون نزدیک به 100 برابر شد. اگر بخوان منو فیلتر کنم، خب این باز قبل از 100 میشه و یک تصاعد هندسی ایجاد میکنم. درود بر شما. من به خاطر دارم آقای دکتر مهدی خزری فرزند خودش رو دستش رو گرفته بود برده بود زندان اوین، رفته بود دیدن یه قهرمان ملی عباس پالیزدار، به فرزندش گفته بود بابا جون من تو رو آوردم از زندان که ببینی یاد بگیری، چه بسا که فردا منم اینجا بیفتم و تو بایستی برای دیدن من بیای. تا چه حد این قضیه امکان داره تحقق پیدا بکنه آقای خزری؟ عرض کنم که به هر حال تذکراتی بوده و صحبت‌هایی شده، مذاکراتی شده، بنده هم به هر حال خواستن صحبت کردن که من هم تعدیل کنم مسیرم رو، اما من همونجا هم عرض کردم، گفتم یک موقعی با شاه می‌جنگیدیم و در تمام تظاهرات من بودم و همه شبها رو بودم غیر از تظاهرات، و یه موقعی در دفعه اکثر عملیات‌های جنگی رو هم بودم و با صدام جنگیدیم. امروز من فکر میکنم که آماده ایم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جبهه ما جنگ با این مفاسد است. این مفاسدی که میتونه نظام رو و انقلاب رو نابود کنه و ریشه اون رو بسوزونه. من اونجا هم گفتم من آمادم که زندان رو هم برای این مبارزه بپذیرم، با روی باز میپذیریم و برنامه زندان رو هم آماده کردیم. به حال اونجا بایستی قرآن رو حفظ کنی، اگه پدر حافظ قرآنه، ما هم گذاشتیم برای ایام زندان که قرآن رو انشاءالله حفظ کنیم. حالا در هنگام حکومت محمد رضا شاه، شما های دکتر خزری 14-15 ساله بودید، هنوز خیلی خردسال بودید، ولی عنصر ایرانی همیشه از نوباوگی نوجوانی در میدان بوده. یکی از کارهای بسیار زیبایی که شما در ایران انجام دادید بعد از اینکه محسن رضایی در سایت باستاب خودش که بعداً تابناک شد مسئله تبار آقای احمدی نژاد رو مطرح کرد به عنوان این کشور تبار یهودی هست، شما این رو خیلی مستندتر مطرح کردید و حتی اسم پیشین ایشون رو در آوردید. اسم پیشین آقای احمدی نژاد چی بوده آقای دکتر خزری؟ در واقع در صفحه توضیحات شناسنامه شخصیشون، چون ببینید آقای اسکر اولادی پدرشون تغییر دین داده، وقتی که از دماوند میان به اودلاجان تهران و در زمانی که اسرائیل و صهیونیست ها میان اون بلوا رو درست میکنن و اون کشتاری که منجر به قصف سرزمین های اشغالی میشه، فضا بر یهودی ها به خصوص در منطقه بازار تهران اودلاجان خیلی سخت و تنگ میشه. خیلی ها اون موقع
تظاهر به اسلام کرد و خیلی ها اسلام آوردند هر دو، و پدر ایشون اونجا مسلمان میشه و به عنوان عسکرولادی تازه مسلمان تغییر فامیلی میدن. اما آقای احمدی نژاد در صفحه شناسنامه، توضیحات شناسنامه خودشون هست که از تبورچیان به احمدی نژاد تغییر فامیلی دادن. البته من میخوام بگم که این نقص نیست، ما هر کسی که از هر دینی به اسلام بیاد با آغوش باز میپذیریم، اما اون چیزی که برای ما مهم است این که ما باید تبار و سابقه افراد رو بدونیم. من در یک مقاله نوشتم که برای اصحا هم تبار مهمه، شناسنامه دارن و گاهن تا 300 سال قبل پدر و مادر اصحا رو میشناسید که این اصح به چه کار میاد، برای 2600 متر خوبه یا 2000 متر یا برای پرش. چطور میشه برای مسئول نظام ما تبار رو فراموش میکنیم یا کتمان میکنیم؟ مهم اینه، من اصلا میخوام بگم اونها برترن. من مثلا دینم رو ارسی گرفتم و فطریه، اما اونها الحمدلله تحقیق کردن، تطور کردن و دین جدید رو با اختیار پذیرفتند. چرا پنهان میکنیم؟ مهمی است ما بدونیم که این آقایون از چه تباری بودن و کجا آمدن، و اون موقع ضمن این که با آغوش باز همه رو به دین میپذیریم و همه مسئولیت ها هم به اونها میدهیم، اما بدونیم، مراقب باشیم نکند در بین این افراد، نمیخوام کسی رو متهم کنم، نکند کسانی باشند که دینشون رو پنهان کنند. اون مقاله آنوسی ها حکایت از کسانی داره که یک سیاست کلی در میانه، به خصوص تهیونیس ها. من از یهود جدا میکنم تهیونیس ها رو. تهیونیس ها برنامه ای دارن که در رده بالا در حوزه های علمیه، در بین پزشکان و به خصوص در بازار و بانکداری اسلامی نفوذ جدی داشته باشند، در قدرت مالی، قدرت سیاسی و قدرت معنوی و دینی رو در مسلمان ها به دست بگیرن، و اون موقع میتونن یک چالش هایی رو ایجاد کنن که هزینه‌اش رو کل مسلمین بپردازن. ببینید، اولین کسی که هولوکاست رو مطرح میکنه در ایران و منکر هولوکاست میشه آقای سعید امامی است که با سابقه بسیار نزدیک که خودش مسلمان شده و یهودی بوده. دومین کسی که این رو مطرح میکنه و برای آقای احمدی نژاد این رو میاره به ارمغان آقای محمد علی رامینه که باز یه همچین سوابقی رو نقل میکنن. من نمیخوام تأکید کنم، ولی حداقل میخوام بگم تحقیق کنید که سابقه فامیلی مادریشون چی هستش. بعد میبینید سومین کسی که این رو جنجالی میکنه و منجر میشه به محکومیت ایران، برای اولین بار ایران محکوم میشه به نفع اسرائیل در شورای امنیت به واسطه هولوکاست و یک جنجال بین المللی و یک جنبه علیه ایران در اروپایی که تا بعضی کشورها بیطرف بودن علیه ایران ایجاد میشه آقای احمدی نژاد. بعد میبینیم که در آرادان نزدیک گرمسار، روستای نزدیک گرمسار، این خانواده تبورچیان یک خانواده یهودی تبار است. من میخوام نگرانی ها رو ایجاد کنم که مراقب باشیم، که آقا نگران باشیم، حداقل دقت کنیم، تحقیق کنیم، تفحص کنیم، و مهمتر از همه اگر اوباما در آمریکا رئیس جمهور میشه رسما میگه من به هر حال مسلمان تبارم، پدر من مسلمان بوده، کنیایی اصلا. اما ما در ایران میخوام تبار و اصلیتمون رو مخفی کنیم، این غلط. یعنی داریم با آقای دکتر مهدی خزعلی گفتگو میکنیم. بسیار سپاسگزارم که دعوت من دکتر مهدی خزعلی پذیرفت و واسطاب هایی که خواهد داشت در آینده هم به ایشون پذیرفتن در این رابطه، من ازش بسیار سپاسگزارم. دکتر مهدی خزعلی، اینجا این مسئله پیدا میشه و مورد پرسش واقع میشه که چطور میشه که کسانی که، چون من برای تایید گفته های شما یک نکته دیگه بگم، دوست بسیار نازنین من در لس آنجلس بیژن خلیلی، مدیر شرکت نشر کتاب که خود ایشون هم یهودی هست، ایشون چندین جلد کتاب رو چاپ کرده و منتشر کرده با عنوان تروعا و تاریخ یهودیان ایران، که در این چند جلد کتاب که چند هزار صفحه است، خود یهودی ها گزارش دادن، شهادت دادن، گواهی دادن که اینا چون در ایران زندگی میکردن، همونطور که شما گفتیم زیر فشار بودن، بعد از حتی میدونید که پیش از تشکیل دولت